سلام به بینندگان عزیز، کیوان جاوید هستم و شما شاهد برنامه کوتاه با خبر هستید و مهمان امروز برنامه اندیشه علی شاهی هستند. ضمن سلام و خسته نباشید به اندیشه عزیز، من اولین خبر رو میخونم. شیب تند کرونا در ایران، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس خواستار محاکمه حسن روحانی شد. این خبره، اما سوال، چرا فقط خواستار محاکمه حسن روحانی؟ دیگر سران حکومت و شخص خامنه ای مقصر نیستند؟ راه مقابله با کرونا در ایران چیه؟ بفرمایید. با سلام به شما و مرسی از دعوتی که به من کردید در رابطه با این برنامه. راستش در ایران، به این طرح که جواب سوال شما رو بخوام خیلی کوتاه پاسخ داده باشم، اینه که در ایران نیمی از قوانین پروتکل‌های بهداشتی انجام نمیشه. اینکه جمهوری اسلامی میاد و تقصیر را بر روی روحانی میندازه، خب این یک سیستمیه که عمل نمیکنه به هیچ وجه، نه در رابطه با مسئله کرونا، بلکه در رابطه با هیچ چیز دیگه. تو اون جامعه، در جامعه ایران همیشه یک سری نقص ها، ایراد ها وجود داره. و این که میبینید شما مثلا وزارت بهداشت یا کسی دیگه میان ارگان های دیگه این تقصیر رو سر جمهوری اسلامی، سر روحانی میندازن، ببخشید، این هست که خب اینا یک جنگ های بین خودشون دارن، واقعا جنگ های بسیار زیادی دارن و از این موقعیت ها بسیار استفاده میکنن تا بتونن که خب به طریقی این بحران عظیم کرونا رو در ایران به نفع خودشون هر طور شده تحت کنترل در بیارن. مسئله کرونا هم مثل خیلی از مسائل دیگه است. خود روحانی بعد از اینکه این اعتراض رو بهش کردن و خواستار محاکمه شدن، خب خودش آمده و دلایل این قضیه رو مثلا سر مسئله ترامپ انداخته، تقصیر رو سر ترامپ انداخته، یا گفته حتی ویروس های جدید از طریق غرب ایران یا جنوب ایران وارد شده. اینها مسائلی که خودشون عنوان میکنن، ولی حقیقت اینه که تو اون سیستم یک جنگی هست، یک جنگی بین خودشون وجود داره که اینها از این قضیه استفاده میکنن و هر جا که باشه سعی میکنن که تقصیرها رو بسر هم دیگه بندازن و متاسفانه این جنبش اعتراضی مردم ایران به شکلهای مختلف وجود داره، باعث شده که خب اینا بتونن. بله، خواهش میکنم. بله، رای مقابله خیلی کوتاه اگه بتونین تو این بخش صحبت بکنید چیه؟ چه کار باید ببینید. کرد؟ بله، راه مقابله من فکر میکنم که در ایران مثل بسیار از کشورهایی که تو جامعه میتونه که مسائل رو حل بکنه، یعنی مسائل به صورت پایه‌ای حل بکنه، مسئله بیمه بیکاری هست، کمک هزینه های مخصوص دوران کرونا وجود داره، واکسیناسیون رایگان برای تمام مردم وجود داره و این یک خواستیه که وقتی به اون جنبش اعتراضی مردم برمیگردیم میبینیم که این هم یکی از خواستهای جنبش اعتراضی مردم در ایران هست. بله، و موضوع دوم، در دو روز گذشته دست کم 20 شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران راهی زندان شدند. سوال اینه که تجربه شما در سوئد چیه؟ آیا هرگز بر اساس تعلق مذهبی کسی در معرض دستگیری قرار میگیره؟ در ضمن شما بارها در هیئت دیدار با مسئولین سوئدی قرار گرفتید. چه مواردی را مطرح میکنید؟ علیه دستگیری بهاییان چه میتوان کرد؟ بفرمایید. بله، خواهش می‌کنم. نقص حقوق سیستماتیک اقلیت‌های مذهبی در ایران الان بیشتر از 40 سال وجود داره. اگر آدم برگرده، خیلی کوتاه میخوام بگم، اشاره کنم که در ایران 300 هزار شهروند بهایی وجود داره. وقتی به چندین سال پیش اوایلی که جمهوری اسلامی بر سر کار اومده بود و نقص سیستماتیک اقلیت‌های مذهبی رو انجام میداد، حتی دست به اعدام گروهی بهایی‌ها زد. ما بهایی‌های بسیار جوانی داشتیم که زیر سن بودن، در شیراز اعدام شدن و هنوز اون اعدام‌های اولیه بهایی‌ها رو کسی فراموش نکرده، یعنی دنیا فراموش نکرده. و من میتونم بگم که این به صورت سیستماتیک همیشه وجود داشته، همیشه، و الان خیلی از بهایی‌ها در زندان هم هستن. من میخوام بگم که
تجربه خود من از ملاقات با دولت سوئد، وزارت امور خارجه، همیشه این بوده که ما این مسائل رو در میون گذاشتیم، آماری که و راپورت هایی رو که امنستی در این باره داده در اختیارشون گذاشتیم و صحبت کردیم و خوشبختانه در کشوری مثل سوئد اصلا همچین چیزی وجود نداره. یعنی خیلی سخت اصلا در مورد شدن بخواد صحبت کنه و اشاره بکنه به همچین چیزی که اقلیت های مذهبی آزاد هستن، از مسلمانان، مسیحی یا هیچ فرق نمی کنه و بله حقوقشون کاملا رعایت میشه. بله و مسئله سوم، آتنا دائمی پس از 3 هفته قرنطینه به بند عمومی زندان لاکان رشت منتقل شد. این خبره و سوال اینه که خیلی کوتاه، آتنا دائمی کیه؟ به چه جرمی و از چه زمانی در اسارته؟ اگه امثال آتناها سکوت میکردند حالا شاهد چه وضعیتی در ایران بودیم؟ بفرمایید. آتنا دائمی یک فعال مدنیه که در سال 93 بازداشت میشه و به 14 سال زندان محکوم میشه. حکمش وارد تجدید میشه، تجدید نظر میشه، به 7 سال تقلیل پیدا میکنه و اگر بخوام این برشتر هیستوری بسیار طولانی داره، اما در این مدت، یعنی از سال 93 به این ور به این طرف، آتنا دائمی دائم در بازداشت بوده و بعد دوباره براش پرونده جدیدی توی زندان باز میکنن. متاسفانه الان از زندان اوین 1 ماه پیش به زندان، اگر اشتباه نکردم، لاکان در رشت منتقل شده و میتونم بگم که ایشون الان متاسفانه در قرنطینه زندان رشت قرار داشته و اونجا چون پروتکل های بهداشتی رعایت نمیشه در معرض خطر ویروس کرونا هم قرار گرفته. از طرفی میخوام بگم که اگر واقعا کسانی مثل آتنا دائمی که بیشتر از 30 و چند سال نداره وجود نداشتن، جنبش اعتراضی هنوز هم به این میتونه عقب مینشست و اینها هستن که این جنبش اعتراضی را برای مردم، برای زنان در ایران نگه داشتن و صدای مردم ایران شدن. بله و آخرین خبر، شایعه تشکیل دوباره تیم ملی فوتبال زنان، تحقیر، تبعیض و دیگر هیچ. سوال اینه که فراز نشیب تیم ملی فوتبال ایران چیه؟ زنان ایران چطور میشه از ورزش زنان در ایران حمایت کرد؟ مانع پیشروی یا پیشرفت زنان در ورزش ایران چیه؟ بفرمایید. بله، من فکر میکنم که این قضیه در رابطه با فوتبال زنان در ایران خب همونجور شایعی بیشتر نیست. یعنی دولت جمهوری اسلامی از هر فرصت استفاده میکنه برای اینکه بتونه به اصطلاح یه سازمان جهانی فیفا خودش رو نشون بده و سازمان جهانی فیفا چون سازمان بسیار قوی و بین المللیه امتیازهای خودش از فیفا بگیره. این واقعا شایعه بوده. وقتی که در 5 سال پیش تیم زنان به دوحه رفتن و اونجا با بدترین نوع لباس ها در گرمای، همچون خودتون میدونی در بالاترین گرمای دوحه فوتبال بازی کردن و بعد هم منجر به شکستشون شد، از اون زمان به بعد هیچ تیمی در رابطه با فوتبال زنان تشکیل نشده و هیچ خبری نبوده و الانم خود من فکر میکنم که و در نهایت میتونم بگم اون زمان هم از رقابت ها حذف شد کاملا و از اون زمان تا حالا هیچ گونه تیمی تشکیل نشده و اینها هر وقت که بخوان امتیازهای خودشون از فیفا بگیرن میان مسئله فوتبال زنان رو در ایران مطرح میکنن و خب برای اینکه یک دید بهتری در چشم فیفای جهانی داشته باشن. بله ولی میگم که چطور میشه از ورزش زنان ایران یا از زنان در ایران تو این رابطه با ورزش حمایت کرد؟ بفرمایید. بله خب در خود ایران اولا میگم کار اصلی رو در رابطه با حمایت از فوتبال در ایران، در فوتبال زنان در ایران، خود زنها در ایران انجام میدن. این تاریخ بسیار طولانی داره. تا خود من یادم میاد تو این چندین سال زمانی که جمهوری اسلامی سر کار بوده، تو این 40 سال اندی
همیشه و همیشه کار اصلی رو خود زنان در ایران انجام دادن، با آرایش های مختلف در ایران وارد استادیوم ها شدن، کتک خوردن، شلاق خوردن، از ورودشون همین فعال های مدنی که حمایت های خودشون کردن و در خارج از کشور هم حتی هر وقت که پای مسئله فوتبال زنان به وجود اومده، من فکر کنم اپوزیسیون در خارج از کشور حمایت های بسیار زیادی انجام داده و ما باید بتونیم در این زمینه کار کنیم، همبستگی داشته باشیم و خودمون رو در این رابطه نشون بدیم و به سازمان های جهانی و جاهایی که هست در ارتباط باشیم و این مسئله رو مطرح کنیم. خیلی ممنون اندیشه علیشایی عزیز که با ما بودید. بله بینندگان عزیز، 4 موضوع و 4 خبر رو با اندیشه علیشاهی، فعال دفاع از حقوق انسانی در سوئد مطرح کردیم. ایشون شخصیت بسیار مطرحی برای دولت سوئد هستند در مذاکراتی که علیه نقض حقوق بشر در ایران میشه. براتون بهترین ها رو آرزو دارم.